درود بر شما به برنامه کووید 19 یا ویژه برنامه کرونا خوش آمدید. لطفاً با جدی گرفتن این ویروس به پیکار با آن بپردازین. نیاز نیست بترسین از این بیماری، اما جداً با هم میتونیم این ویروس را در افغانستان شکست بدیم. اما اگر آنچه برنامه های قرنطینه مطرح میشه را مراعت کنیم، در کنارش توصیه های پزشکی را که پزشکان کشور شریک میسازن را جداً عملی کنیم. آنچه که گفته شده تا حال، ویتامین سی شما استفاده کنین، گزینه های مختلفی که در دست هست، ویتامین دی استفاده کنین، ساده ترینش قرار گرفتن در برابر نور آفتاب هست، 20 تا 25 دقیقه روزانه میتونین خود را آفتاب بتین، این میتونه مؤثرتر باشه اگر شما به تابلیت یا کپسولش دسترسی ندارین. قبل از این که به جزئیات بیشتر رو پردازیم، اگر این دام پیدا کنه، آنچنان یک وزارت صحت گفته اداری ویروس کار دشوار خواهد بود. میپردازیم به آخرین آمار از شمار قربانیان ویروس کرونا و افراد مبتلا به این بیماری. همچنان آمریکا در صدر جدول قرار داره. 1,791,163 تن بیمار کووید 19 هست در آمریکا، اما از این میان 104,399 تن جانای خود را از دست دادن. برزیلی که در قهر جدول بود حالا شماره دوم هست. 514,000 نفر به شمول 849 تن دیگر در این کشور مبتلا به کووید 19 شدن، اما 29,314 تن هم جانای خود را از دست دادن. در روسیه که حالا روسیه هم میزان مبتلایانش هر روز بیشتر شده روان هست، 414,878 تن مبتلا به کووید 19 در این کشور شدند. 4,855 تن هم تلفات این بیماری بوده. بریتانیا 276,156 مبتلا به کووید 19 داره. 38,571 تن هم در این کشور جانای خود را از دست دادن. میپردازیم به اسپانیا که یک زمانی خیلی ها میزان افراد آلوده یا مبتلا به بیماری کووید 19 در این کشور بیشتر بود. در اسپانیا 239,479 تن مبتلا به کووید 19 تا اینجای کار بودند. 27,127 تن هم جانای خود را از دست دادن. در ایتالیا 232,997 تن مبتلا به کووید 19 هستند، اما تعداد کسانی که جانای خود را از دست دادن 33,415 تن عنوان شده. در هند 191,605 تن مبتلا به کووید 19 شناخته شدند، اما 5,415 تن جانایشان را از دست دادند. و همینطور در کشور فرانسه 189,010 تن مبتلا به کووید 19 هستند، 28,805 تن هم جانایشان را از دست دادن. آلمان 183,508 مبتلا به کووید 19 داشته تا اینجای کار، 8,546 تن هم به از اثر این بیماری یا از اثر این ویروس جانای خود را از دست دادن. در پیرو 164,476 تن مبتلا هستند، 4,506 تن هم تا اینجای کار جانای خود را از دست دادن. اما میرسیم سرانجام به افغانستان. 15,750 تن مبتلا به کووید 19 هستند، آن هم به دلیل اینکه کرونا جدی گرفته نشد، قرنطین شکسته شد در بزرگ شهرها از جمله در مزار شریف. قرنطین در شبهای عید شکستانده شد از طرف مسئولان محلی و تعداد تلفات هم تا کنون 265 تن عنوان شده در افغانستان. اما اگر این وضعیت همچنان ادامه پیدا کنه، آیا این سونامی خاموش تعداد بیشتر از افراد را جانایشان را خواهد گرفت؟ کارزارهای آگاهی دهی و برنامه‌های آگاهی دهی وزارت صحت افغانستان چقدر مؤثر بوده؟
مردم چرا باور نمی کنن به این بیماری و هر روز این میزان چقدر میتونه بلند رفتن شکننده تمام شود برای اقتصاد افغانستان و بخش پزشکی افغانستان و بخش های مرتبط. بیشتر صحبت خواهیم کرد تا دقایق دیگر. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور هر روز در حال گسترش است و به تازگی 545 تن دیگر نیز مصاب به این بیماری شدند. وزارت صحت میگوید که تاکنون 265 تن در نتیجه این بیماری جان باختند و 1428 تن دیگر شفایاب شدند. 24 ساعت گذشته در افغانستان 1168 سمپل لابراتواری در لابراتوارهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفته، از میانش 545 واقعی مثبت تثبیت شده، 8 تن از هموطنان ما جان شیرین خود از دست داده و به تعداد 100 تن دیگه در 24 ساعت گذشته شفایاب شده. با این ارقام مجموع در افغانستان 15750 واقعی مثبت ثبت شده، 265 تن دیگه وفات کرده و 1428 تن شفایاب شده. در همین حال وزارت صحت هشدار می‌دهد که اگر مردم برای مهار ویروس و کرونا همکاری جدی نکنند، مردم شاهد بحران‌های انسانی خواهند بود. پوشیدن ماسک به صورت جبری و حتمی، رعایت فاصله 2 متر بین شما و کسی که با او در تماس هستین و همچنان جلوگیری از حضور در تجمعات، شستن 23 مرتبه دست‌ها در روز، اینا معیارات بسیار ساده ولی مهم است که شما را میتونه در قسم مقابله با ویروس کرونا کمک کنه. در غیر از او این مصیبت کلان ویروسی و در هر خانه خواهد رسید. با این حال وزارت صحت تاکید می‌ورزد که افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا نگران کننده است و اگر مردم در برابر این ویروس بی‌اعتنایی کنند، جان خود و نزدیکانشان را با خطر مرگ مواجه خواهند کرد. لطفاً پیام های وزارت صحت افغانستان را جدی بگیرین. برای بحث بیشتر در مورد افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان، آقای دکتر غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت، روی خط تصویر هستن با ما. درود بر شما جناب دکتر، ممنون از اینکه وقت گذاشتین و به برنامه حضور یافتین. از اینجا آغاز کنیم که چقدر کارهایتان بگونی درستش پیش میره در مبارزه با این بیماری؟ تشکر، سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون. درود به شما. دقیقاً در قسمت کارکردهای وزارت صحت عمومی افغانستان از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور، ما دست به ایجاد شفاخانه‌های تجرید زدیم. همزمان با او کادر علمی و تخصصی در این شفاخانه‌ها استخدام شدند. توانایی تشخیص ویروس کرونا در افغانستان در اوایل وجود نداشت که با خوشبختانه وزارت صحت عمومی افغانستان او را روی دست گرفتند و امروز ما در 24 ساعت به ظرفیت 2500 تست رسیدیم. ولی همزمان با این وزارت صحت عمومی افغانستان سر ازدیاد تشخیص کار میکنه و همزمان با او در پی ایجاد بسترهای تجرید در ولایات مختلف افغانستان هستیم. ای کارهایی است که وزارت صحت عمومی افغانستان کرده و در کنار از او پروسه آگاهی‌دهی عامه از جمله کارهایی بود که وزارت صحت عمومی افغانستان در ابتدا شروع کرد و به خوبی پیش می‌رفت. بنابر لزوم دید کمیته عالی مبارزه با کرونا قرار شد که وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ بحث آگاهی‌دهی عامه را پیش ببره و وزارت صحت عمومی افغانستان دیدگاه‌های تکنیکی و پیام‌های صحیح را در دسترس وزارت محترم اطلاعات فرهنگ قرار بده و از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ آگاهی‌دهی عامه پروگرام هایش به پیش برد. این کارهایی است که وزارت صحت عمومی افغانستان و دولت افغانستان در کل به خاطر مبارزه با کرونا انجام داده تا امروز. به نظم آگاهی‌دهی ادامه میدیم جناب دکتر. فکر نمی‌کنین آگاهی‌دهی در افغانستان خیلی ضعیف بوده تا اینجای کار که حتی مردم یکی باور نمی‌کنن؟ شما مطمئناً بزرگ شهرها را می‌دونین که وضعیت در اونجا از چه قرار است؟ خیلی ها باور نمی کنند کرونا یعنی چی؟ اصلا وجود نداره، این یک پروژه می خوانن و سایر حرفا. این مسئله را اگه داشته باشین یک تمکین، در کنارش پیام هایتون چقدر واضحی بوده؟ خب ببینین، به قسمت ای که مردم چرا جدی نمی گیرن و یا ای که باور ندارن، او کاملا یک بحث جداگانه از کمیونیکیشن و یا افهام و تفهیم هسته. اما تافته جدا بافتن نمیتونه باشه از این مسئله. مطمئنن، ببینید ما وقتی بحث آگاهی‌دهی عامه میگیم، مسئولیت حکومت در کل و خاصتا وزارت صحت عمومی افغانستانی است که ما برای مردم پیام های صحیح را برسانیم که یک ویروس با این مشخصات
آمده دنیا را گرفته. وزارت دولت افغانستان هم دامنگیر ویروس ای ویروس دامنگیر دولت افغانستان و مردم افغانستان هم شده. تعداد واقعات ما روز به روز زیاد میشه و عملا یک تعداد از فامیل های مسئله را دیدن، درک کردن در روز و خانواده ایشان، یک از اعضای خانواده ایشان مصاب شدن. متاسفانه ما شاهد مرگ بیش از 250 نفر از هموطنان ما در کشور هستیم. همزمان با این پیام های بوده که وزارت سلامت افغانستان رسانده، ولی متاسفانه آگاه بودن در قسمت یک مسئله یا یک مریضی و عملا در زندگی خود پیام های صحیح را پیاده کردن دو مسئله بسیار متفاوت است. به خاطر از اینکه بحث وقت ما بحث افهام و تفهیم و آگاهی دهی را در قسمت یک مرض میگیم، من فکر میکنم که شاید بالغ بر 80 یا 90 درصد مردم افغانستان درباره کرونا معلومات دارند، یعنی میفهمند که یک ویروس وجود داره آمده، ولی اینکه او را چقدر جدی میگیره می کاملا یک بحث جداگانه است. وزارت سلامت افغانستان متواتر از شخص اول وزارت سلامت گرفته تا تمام کارمندان صحی ما، رضاکارای ما که در سطح جامعه در نقاط دوردست افغانستان میان ای پیام ها را میرسانند. ولی متاسفانه یک مسئله بسیار عمده و اساسی را که ما بیشتر در شهرها شاهد این مسئله هستیم، متاسفانه هیچ کس قبول نمیکنه. البته نباید گفت هیچ کس، یک تعداد هستند که میگن کرونا وجود نداره و هم قسم که شما گفتین یک پروژه عنوان میکنن، ولی متاسفانه این باعث ازی شده که ببینین واقعات ما روز به روز در حال افزایش است. همزمان با او ما توسط سکتورهای زیدخل، چون وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشتر میاد کردم، وزارت محترم حج و اوقاف از طریق علمای دین، وزارت محترم احیا و انکشاف دیات توسط شوراهای انکشافی در سطح قریه جات کارهای است که ما متواتر پیام ها را میرسانیم. به خاطر دیگه تا اما محتویات همین پیام ها، جناب دکتر، محتویات همین پیام ها پاسخگوی نیازمندی کنونی شهروندان هست. چگونه میشه شهروندی را اعتمادش را بیشتر ساخت؟ حالا هر پیام کرونا این ویژگی ها را داره، کرونا آن ویژگی ها را داره، بیشتر واسه ساعت همین موارد را بیان کرده، اما اگر یک راه های دیگر وارد چمین شما بیشتر، چون جامعه افغانستان جامعه مذهبی و جامعه سنتی است، این خیلی ها موثرتر خواهد بود. انتقادی که هنوز هم وجود داره همین است، در حالی که میتونست موثرتر تمام شود این مسئله و رای خیلی آسادیش هم به دستتان بود، کمتر پیام از یک خطیب مسجد، از یک مفتی و از یک کسی که دست بالا داره در دین از این ناحیه داشتیم. ببینید، من کاملا فکر میکنم که این مسئله با چیزی را که شما بیان میکنین کاملا متفاوت از کارکردهای وزارت سلامت افغانستان. ما از اولین روزی را که بحث کرونا شد با وزارت محترم حج و اوقاف از رابطه بسیار نزدیک داشتیم. پیام هایی که باید میرسید توسط وزارت سلامت افغانستان به وزارت حج و اوقاف رسید، کوشش کردیم که از طریق منبر اعلان بکنیم. همزمان با او ما یک پروسه نتیجه کار، جناب دکتر، علمای دین نتیجه کار، من بیشتر برای شما گفتم که بحث آگاهی دهی را اگر بگویم 80% بیشتر از 80% از مردم افغانستان از ویروس کرونا آگاه هست، اما چرا جدی نمیگیرن؟ آیا تانستین حداقل پاسخ همین پرسش را به دست بیارین؟ ببینید، یک مسئله ای را که همون قسم که شما گفتین جامعه افغانستان یک جامعه فرهنگی و سنتی است، به خاطر از اینکه ما مردم را بتانیم در واقع مردم بتانن اینوی یک فرهنگ را که سالیان سال تکرار کردن، به قلکشی، به خانه همدیگر رفتن، از نزدیک دیدن، فاصله حتی 10 سانتی را مراد نکردن، این یک مسئله بوده که سالیان سال مردم پرکتیش کردن در زندگی روزمره. بنابراین اگر خواسته باشیم این مسئله را ما در چند پیام واضح بسازیم یا در چند پیام مردم این کار را کردن نمیتانن. ببینید، تغییر یک فرهنگ ضرورت به زمان داره، ضرورت به تکرار احسن داره و ضرورت به متواتر گفتن. یعنی اینجا چند کرونا دیگر هم باید تجربه شود تا مردم تغییر کنه فرهنگشان، اینجورین میخواین بگین؟ متاسفانه این وضعیت است که ما هم اسم میکنیم، وزارت سلامت افغانستان هم با چالش روبرو هست. متواتر کار کرده کاری را که وزارت سلامت افغانستان، وزارت حج و اوقاف، وزارت احیا و انکشاف دیات، وزارت محترم اطلاعات فرهنگ انجام داده میتونه این است که ما متواتر پیام بگوییم. این که مردم چقدر جدی میگیرن، این یک بحث تقریبا سایکولوژیست و یک بحث است که برمیگرده به این که
مردم چقدر بتونن. شما بیاین از این بود روانشناسی و از بود روان پزشکیش در مورد و از بود دیگر روانشناسیش وارد مسئله اگر شوین خیلی خوب میشه حل کنین. اما از هم مهمتر چیز دیگر است، مردم حالا نگران این نیستن آنچرا که شریک میسازن، حداقل دوستای ما و در این زمان آنچه که در صفحات اجتماعی ما میخوانم مبتلا، نگران این نیستن مبتلاستن به کرونا، اما خیلی ها هستن از این میترسن که مبادا به کرونا مبتلا شده باشیم. این چی را میرسانه؟ پیام برشان درست نرسیده آقای دکتر؟ این خلا در کجا هست؟ آیا پیام ها بگونی بایدش انتقال پیدا نکرده اینکه ویروس کشنده نیست؟ شما میتونین شکستش بتین، اما اینجا خیلی ها ذهن هر شهروندی این کشور درگیر از با این بیماری، این را چگونه مرفوع میسازین؟ بین من فکر میکنم که اگر واقعا مردم ذهنشان با این مسئله در واقع با بحث کرونا به جنجال می بود، با مردم با ذهن خود به جنجال می بودن، ما شاید شکستاندن قرنطینه نمی بودیم. من این مسئله را از دیدگاه یک دکتر می خواهم رد بکنم که نه، اکثریت مطلق جامعه افغانستان کرونا را جدی نمی گیرن. اکثریت مطلق جامعه افغانستان احساس نمی کنه که کرونا وجود داره. بنابراین بحث جنجالی بودن و یا ای که ذهن مخشوش شدن نیست. واضح تر اگه دلیلش را به عنوان یک پزشک بسی بار از شما میشنم، نه کسی دیگر. من بار گفتم، ای بارم میگم، بحث پرکتس روزمره کارهایی را که سالیان سال انجام داده یک شخص، از لحاظ روان پزشکی هم ضرورت به ای است که بار بار گفته شود تا ای که ترک عادت شود. بنابراین این کار است که دولت افغانستان میکنه در مجموع، و وزارت صحت عامه افغانستان جزی از دولت کوشش کرده که همیشه با پیام‌های خود بگه که کرونا هست. اما خودتون میگین قرنطینه شکستان نمیشه و سایر موارد. متاسفانه این را خودتون بار دیگر شکایت میکنه از این بود. پس پیام‌ها موثریت نداشته اینجا، پس آنچه که آگاهی دهی شده موثریت باید خود را نداشته. بیاین به دو مورد دیگه هم اشاره داشته باشین جناب دکتر که حداقل واضح شود بر مردم. گپ و گفتایی وجود داره مبنی بر این که جسد افراد خریداری میشه بین 2 لک تا 4 لک به قول معامله میشه که گویا این فرد کرونا داشت و سایر گپا، چقدر واقعیت داره؟ متاسفانه ما هم پیام ها برای ما هم رسیده، هیچ داستانی بر اساسی که جسد ها خریداری شود، متاسفانه همچون یک داستان ما هم شنیدیم ولی واقع نداره. هیچ نوع به اصطلاح حق الخطر و یا یک پول در بدل ای که کسی از اعضای خانوادش به خاطر کرونا فوت کرده باشه از توسط حکومت افغانستان برای هیچ کس داده نمیشه، یا صرف در صفحات مجازی بیشتر استفاده میشه و بین مردم رد و بدل میشه، ولی یک مسئله است که کاملا دولت افغانستان و وزارت صحت عامه افغانستان به نیست یک سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان و مسئول در وزارت صحت عامه افغانستان این مسئله را من رد میکنم، همچون یک چیزی وجود نداره و یا شایعات بیش نیستن. خب اگر اینها همه شایعات هستن پس میشه در برابر حداقل پیامایی را هم داشته باشین شما که این بیباوری ها را حداقل از میان برداره، چون میتونه خیلی ها تاثیرگذار هم باشه. آنچه را که حالا شما به عنوان یک چالش با او دست و پنجه نرم میکنین چی هست؟ سوالی که میخوایم واضح حداقل جوابتون را داشته باشم، شما گفتین میزان آزمایش حالا بالاتر از 2000 شده، اما اگر این میزان آزمایش به 10,000 برسه، به 15,000 برسه چی؟ فکر میکنین چند هزار بیمار خود داشتیم ما در افغانستان؟ ببین اولا خب من میخوام بسیار واضح چالشی را که فعلا دولت افغانستان و وزارت صحت عامه افغانستان داره ای است که مردم پیام ما را نمیشنوند، مردم پیام ما را جدی نمیگیرند، مردم مسئله کرونا را جدی نمیگیرند. بحث قرنطین بود، قرنطین توسط مردم شکستانده شد. اگر حالا باز بپرسم که چرا باز خود گفتین که خب نمیشه عادتهای مردم را تغییر داد؟ نه من دقیقا نمی پیام ما هستم، من میخوایم این مسئله بسیار واضح بسازم. ببینین تغییر عادت یک مسئله است که بارها گفتن ضرورت داره، و ای که
مردم کرونا را جدی نمیگیرن، من فکر نمیکنم که هیچ یک از کارمندان حکومت مقصر از این مسئله باشن. پیام رسانده شده، پیام گفته شده به نواهای مختلف. من از شما منیس یک همکار، منیس یک کسی که در رسانه کار میکنین، وزارت محترم ایا و انکشاف دیات توسط شورای انکشافی کار خود انجام میدن، وزارت حج و اوقاف افغانستان در جریان هست، وزارت اطلاعات و فرهنگ شامل پروسه هستند، وزارت صحت‌نامه افغانستان شامل پروسه هستند، تمام کارمندان حکومت و رضاکارهایی که در وزارت صحت‌نامه افغانستان هستند به نیس رضاکار کار میکنن. ما هم در کنارتان رضاکار که بیش از نیمی از برنامه ما کرونایی است. 100% در اولویت و یا در سطر از این جدولی که ما گفتم رسانه های افغانستان بودن، یا همه شامل شدن. این کار است که شما منیس یک شهروند و یا هر فرد دیگه هر راهبرد و راهکاری را که داره به خاطر مؤثر واقع شدن پیام ها دولت افغانستان حاضر است که بشنوه، ولی دیگر راهی وجود نداره. راههایی را که گفتم راههایی بوده که دولت افغانستان میتونه پیام برسونه. این که مردم او را جدی نمیگیرن، من فکر میکنم این برمیگرده به هر فرد از این کشور، و امروز اگر هر فرد مصاب میشه مسئولیت برمیگرده به خود فرد. بنابراین دولت کار خود کرده تا حد توان، وزارت صحت‌نامه کار خود کرده، اما این که مردم جدی نمیگیرن این مستقیما برمیگرده به هر فرد افغانستان. و در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی وزارت صحت‌نامه افغانستان شخص وزیر صحت‌نامه افغانستان گفت که شما هستین که خود به شفاخانه سرگردان خود کردین، و یا شما هستین که خود به قبرستان ها سرگردان خود کردین. پس اینجا میلیون ها افغانی که در بخش آگاهی هزینه شد موثریت نداشته به اساس صحبت های خودتان. اما بیاین یک مورد مهمتر از همه که در این شب و روز حداقل از هان عمومی را به خود جذب کرده، همین واکسین آقای حکیم است. حکیم الکوزای واکسینش کارش به کجا رسید؟ متاسفانه من اول میخوام بگم این واکسین نیست، یک دوایی را یا یک شیره تریاک یک چیزی را جور کردن. تیم وزارت صحت‌نامه افغانستان رفت، اولا خب ما کلینیک مسدود کردیم، ولی چون متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما به تقریبا باور کرده بودند که شاید یک دوا یا یک واکسین است، وزارت صحت‌نامه افغانستان چی بود؟ میشه اندک وضاحت بتین که همین محتوایش چی بود آنچه را که بر مردم میداد؟ شیره تریاک است همراه یک مقدار آب مقطر، و دیگه به لابراتوارهای وزارت صحت‌نامه است زیر پروسس است که ببینیم دیگه چی همراه از این میکس بوده. ولی به هیچ صورت یک واکسین گفته نمیتونیم، به هیچ صورت نمیتونیم که با هموطنهای خود برای توصیه بکنیم که از این استفاده بکنن. این یک متاسفانه یک دوای یک شیره تریاک بود که استفاده میکنه، و همون قسم که کلگی هموطنهای ما میفهمن تریاک در واقع یک مسکن بسیار خوب است، و کسایی که درد کرونا دارن معمولا جاندردی دارن و دردشان را برای 2 یا 3 روز خوب میکنه. به این خاطر است که به این عقیده با پیدا کرده بودن یا باور پیدا کرده بودن که شاید به معنای واقعی شاید یک دوا باشه، ولی متاسفانه توسط وزارت صحت اما محتویاتش تریاک بوده، شیره تریاک. اما یک سوال دیگه مهمتر از این مطرح میشه، این بزرگوار 1 سال نیست که کار میکنه، 2 سال نیست که کار میکنه، چند سال است یا چندین سال است؟ اما سوالی که مطرح میشه، پس بخش قوانین صحی و بررسی وزارت صحت کجا بود در این مدت زمان که این بزرگوار را متوجه نشدن که جواز نداره و از سر خود کار میکنه؟ خب بحث جواز آقای علی کوزه یک مسئله است که قبلا در وزارت کندهار کار میکردن، و منیس یک طبیب یونانی یک مسئله را باید متوجه باشید. اما باید جواز میداشتن. در چوکات وزارت صحت‌نامه افغانستان، در ریاست های صحت‌نامه مربوطه، ریاست های قوانین هستند. مطمئنا مسئله توسط هیئتی که رفت از ساحه دیدن کردند، این مسئله زیر بررسی هست، و هر فرد و شخصی که چی در ریاست صحت‌نامه ولایت کندهار یا چی در مرکز وزارت با سلحنگاری کرده باشند و کلینیک اگر رفته باشند بازدید کرده باشند. اما این بزرگواران کجا بودن در فقط 15 ثانیه کجا بودن در این مدت زمان که حالا همه چیز بالا گرفته؟ من فکر میکنم که وزارت صحت‌نامه افغانستان کار خود میکنه، همکارای ما بودن، مطمئنا یک بررسی ابتدایی از این تا چند روز آینده خواهد آمد. بعد اگر خبر شویم که این چونین درد سر خلق میشه برای شهروندان. بسیار تشکر، چون فرصت ما کاملا تمام از جناب دکتر، ممنون از اینکه حضور یافتین. جناب دکتر غلام دستگیر نظری، رئیس مافیا کتلوی وزارت صحت، ممنون حضور بزرگوار.
تا دقایق دیگر با برنامه دیگری در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. ممنون همراهی شما.